قبل از هر چیز سلام و سلامتی رو بر تک تک شما عزیزانم اعلام میکنم. همینطور که برادر آرش عزیز گفت، خداوند بیافرینه امروز با چشمای ایمانمون ببینیم نور و روشنایی رو، و همینطور از طرف پاستور کلیسا و خودم سال نو میلادی رو به تک تک شما عزیزانم مبارک باد و تحیت میگم. و امیدمون اینه که امسال سالی باشه که در کامیابی، سلامتی و خوشی روح القدس تک تکمون در اون اتحاد و همدلی الهی با هم باشیم و بمانیم. آمین. و همینطور آرزو میکنم و آرزو میکنیم برای سالی که در پیشه، برای ایران عزیزمون، برای ملت ایران، برای ایران و ایرانی، که سالی باشه به عوض روزهایی که بدی رو دیدن این ملت، به عوض روزهایی که مبتلا شدن به انواع دردها، رنجها، آها، نالهها، خداوند به میان بیاد. آمین. خداوند با بلسان شفابخشش روح القدس برای ملت رنج دیده ایران و همینطور افغانستان که زمانهای خیلی سختی رو گذروندن، خداوند به میان بیاد، خداوند شفا بیاره از اون آسیب‌های روح و روانی که در این مدت به خصوص این اخیر ملت ایران متحمل شد. باشه که در دعاهامون، سنگر دعاهامون، ما که در جای امن هستیم، هرگز ملت ایرانمونو از یاد نبریم در دعاهامون. این کمترین بهاییه و در واقع پیش چشمای خداوند بیشترین بهاییه که وقتهای خودمونو تقدیم او کنیم برای شفاعت برای ملت ایرانمون. و همینطور باشه که امروز یادمون باشه عزیزان که در یک چشم به هم زدن امسال هم مثل سال پیش لحظات به دقیقه ها متبدل میشه، دقایق به ساعتها، روزها، هفتهها و ماهها، و چشم هم بذاری سریع میگذره مثل پارسال. پنج روزی که وارد سال 2020 شدیم نیست؟ چقدر سریع گذشت عزیزان، چقدر سریع گذشت. 12 ماه انگار دیروز بود، مثل یک خوابی گذشت. خیلی خوبه که تعمق کنیم به این لحظات زندگی ما که این برق و باد داره میگذره، و چقدر زیبا موسی در قدیمی ترین مزمور خودش، مزمور 90، اشاره کرده، یک مزمور زیبا و تکان دهنده در حالی که ما رو متوجه ناامنی های زندگی میکنه، در حالی که پدیده مقدس مرگ رو پیش چشمای ما نمایان میکنه، همینطور راه علاج و امید رو به ما نشون میده عزیزان. و همینطور اشاره خیلی ظریفی میکنه به زمانهای ابدی و طبیعت ابدی خدا، و در مقابلش طبیعت و زمان ضعیف و گذری ما انسان‌ها. در مزمور 90 آیه 1 میگه ای خداوند تو از ازل بودی و تا ابد خواهی بود، روزهای تو هرگز تمام نمیشه. و در آیه 10 در تقابل آیه 1 میگه ایام عمر انسان چقدر؟ مگه 70 سال؟ اگه خیلی بنیه داشته باشه، جون داشته باشه، 80 سال. ولی بالیدن به این روزها مهنت و بتالته، چون به زودی تمام خواهد شد و پرواز خواهیم کرد. وقتی به این مزمور نگاه میکنی و تعمق میکنی، انگار عمر انسان در اوج بلندیش چقدر کوتاهه، مثل یک پاسی از شبه که امروز هست و فردا نیست، مثل یک بخاریه که یه لحظه دیده میشه و یه هویی محو میشه عزیزان، مثل یه تک ابر تو آسمون که در یه لحظه بعد میبینی اصلا نیست. سوالی که امروز مطرح میشه، چقدر نگهبانان ثانیه های عمر خودمون هستیم عزیزان؟ چقدر فهمیدیم، چقدر درک کردیم
که من و تو یک عدد بزرگی هستیم که در هر ثانیه از قد و قامت این عدد کاسته میشه، در هر ثانیه از انرژی و نیروی این عدد کم میشه، در هر ثانیه از استحکامات این عدد فرو میریزه تا روزی که دیگه عددی وجود نداره، وقتی که ثانیه شمار عمر ما شمارش معکوس رو به صدا در میاره. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و اینک به خاک برگرد و روح تو چون از خداست به خدا رجوع میکند. آیا حقیقتاً از این ثانیه های عالی عمرمون، این عمر نازنینمون عزیزان که گردش در گردش، چرخش در چرخش در حال تموم شدن آگاهیم؟ آیا تپش بیوقفه نفس کشیدن این عمر خودمون و ثانیه ها رو میتونیم بشنویم؟ میتونیم؟ یا انقدر گم شدیم تو خیلی مسائل؟ عزیزان زمان تجدید ناپذیرترین گوهریه که به انسان هدیه داده شده و چقدر ما، من خودم یا همه ما ناآگاهیم نسبت به این گذر زمان و نمیدونیم که ما انسانها محدودیم، محصوریم در زمان. وقتی به 12 ماهی که گذشت پشت سرمون نگاه میکنیم میبینیم خدایا انگار همین دیروز بود شروع شد. هنوز خیلی کجی هاست که صاف نشده، هنوز خیلی دعا هاست که جواب داده نشده، چه رویاهایی که در قلبمونه هنوز نطفش هم نمیبینیم، چه برسه ثمر او رو ببینیم، چه آرزوهایی داریم، چه کارهایی که میخواستیم بکنیم هنوز شروع نکرده. میبینیم 12 ماه تموم شد. وقتی اینطور نگاه میکنیم عزیزان چقدر ناامید میشیم، چقدر سرخورده میشیم. برای همین خدا دائماً در کلام خودش به خصوص در رساله به افسوسیان داره ما رو متوجه میکنه از زاویه زمانبندی خدا، چشمای ابدی خدا، زمان خدا به اوضاع و شرایطی که توش هستیم و فکر میکنیم نیمه کاره مونده نگاه کنیم. خدایی که در پشت صحنه های ما، صحنه های زندگی ما که خیلی موقع متوجه نیستیم، مشغول کاره، تمام اون رویاهایی که فکر میکنیم نیمه کاره مونده او داره انجام میده، فقط ما نمیتونیم ببینیم. رویاهایی که به ما داده عزیزان، ما هنوز هیچ چیزی رو قابل رویت نمیبینیم، ولی او آخر رو از اول میبینه و تمام شده او رو میبینه. در رساله به افسوسیان چقدر زیبا میگه متبارک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما رو مبارک ساخته به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در عیسی مسیح خداوند. از اون پر از افعال گذشته است، یعنی انجام داده. ما رو برخیزانید با مسیح در جاهای آسمانی نشانید، شلوس هاست. و چقدر خدا میخواد که ما متوجه این زمانهای خدا باشیم و با ایمان نگاه کنیم تمام اون چیزهایی که فکر میکنیم نیمه کار است، خدا پایان شده شو داره میبینه. دوباره تو عهد عتیق هم میبینیم خداوند یک رویایی داره برای یک سرزمینی. این رویا رو در قلب قوم خودش گذاشته و زمان انتقال عزیزان برای قوم اسرائیل، زمانی که قوم باید حرکت کنن، رویای تمام شده خدا رو که خدا میبینه هنوز قوم ندیده، به چشمای انسانیشون هم قابل رویت باشه. زمان انتقال بود. در تثنیه میگه اینک یهوه خدای تو، باب 1، زمینی که داری میبینی پیش روی تو به تو دادم. پس
درآی بر اون زمین، برآی و اون زمین رو تصرف کن. هراسان مباش، ترسان مباش. دوباره در تثنیه باب دو میگه این زمینی که میبینی به تو دادم، تصرفش کن. دشمن رو به دست تو تسلیم کردم، تو فقط بردار، پیروزی رو ببین عزیزان. وقتی که اینطوری نگاه میکنیم، وقتی از زاویه دید خدا، زمان ابدی خدا نگاه میکنیم، چقدر شور و شعف و امتنان در قلب ما به وجود میاد، چقدر روح شکرگزاری در ما به وجود بیاد، چقدر دعاهای ما متحول میشه عزیزان. به جای اینکه بگیم ای خدا چرا نمیدی، آی کی، خدای شکرت که تو دادی، خدای شکرت که تو دعاهای منو شنیدی، شکرت که منو در کار تمام شده خودت قرار دادی، شکرت اون نطفه رویایی که در قلب من گذاشتی، چشمای محدود انسانی من نمیبینه، ولی تو نه تنها اون نطفه رو دیدی، بلکه ثمر و محصول اون رو هم دیدی عزیزان. خداوند دید و رویایی داده به کلیسای خداوند در زمان بندی خاص خود، زمان کایروس خدا، زمان ابدی خدا. هر رویایی که عزیزان، هر تمنا و آرزوی، چه شخصی چه جمعی، وقتی تو دریافت میکنی دست نوازشگر خداست که در قلبتو میکوبه که به وقت اجابت تو دعا کنی و تصاحبش کنی. و تمام این رویاها ها مانند دانه های، مانند یک نطفه های که زنی از اون بارور میشه و در زمان خودش این رویا، این نطفه به ثمر میرسه. عزیزان چقدر همراهی با رویای خدا، چقدر همراهی. خدا کنه که فقط همراه نباشیم، چون خیلی از موقع ها ما همراهی میریم و میایم، ولی رویای خدا همدلی رو میخواد. چقدر همدلی با آرزوی دل خدا. مریم حامل رویای خدا بود عزیزان، نطفه خدای حی در بطنش بود، در زمان خدا، در زمان بندی خدا. برای چشم انسان قابل رویت نبود، مریم نمیتونست ببینه، هیچ انسانی نمیتونست ببینه. برای همین در طول بارداری شیطان بارها و بارها سعی کرد این نطفه رو در ریشه خفه کنه، سقطش کنه عزیزان، چون قابل رویت نبود. ولی مریم چیکار کرد؟ خودشو با ایمان عزیزان، همدلی تطبیق داد به زمان بندی خدا، باور کرد. برای همین این رویا به ظهور رسید. الان ثمره این رویا رو داریم میبینیم به چشمای انسانیمون. یکی از حربه های شیطانی عزیزان که ما رو از زمان بندی طلایی خدا، زمانهای ابدی عالی خدا چکار کنه؟ دور کنه و مشغول این زمانهای کوتاه خودمون بشیم، تا رویاها در نطفه خفه بشه. فقط خدا دنبال افرادیه که خودشونو تطبیق بدن با وعده ها و زمان های خدا. خدا در زمان انتقال از سال 2019 که زمان انتقال بود، نیست نزدیک زمان انتقال، مثل قوم که میخواست یه جایی اونا رو منتقل کنه به جای دیگه، یه رویا به کلیسای آلفا اومگا داد که کلیسای آلفا اومگا دو تا پا خواهد داشت برای بشارت و برای رحمت. عزیزان این رویا باید تحقق، چون رویای خداست، رویای ما نیست. و خدا در زمان خودش داره ما رو انتقال میده. ما الان انتقال پیدا کردیم به 2020 که رویا قراره به ظهور برسه. آمین. و برای اطلاع شما از زمان انتقال همچین آسون نیست، خیلی موقع ها سخته عزیزان، چون ما رو با ناشناخته ها روبرو میکنه، چون ما رو با چیزهایی روبرو میکنه که اصلا قبلش فکر نکردیم. من مثال بزنم، از ایران میخواستم بیام آلمان، این حرکت، این انتقال چه حسایی، چه حوادثی رو در برداشت. یادم گاهن انگار میخواستم دیگه احال برم، چقدر تجربیات سختی رو متحمل شدم و چند تا بچه کوچیک بعد اینا رو انتقال میدادم.
بعد اومدم جنوب آلمان. خدا میخواست من انتقال بده به شمال آلمان. چقدر پر از حوادث بود، چقدر کلافه شده بودم. خدای کی بالاخره یه جای ساکن میشم، چون تو ایرانم کاملا هی از این ور و اون ور مهاجرت داشتیم. از این سالی که گذشت پر از حوادث تلخ و شیرین بود برای تک تک ما. همینطور که پاستور هفته پیش گفت، خدا وفادارانه ثانیه به ثانیه، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه کنار ما بود. ما وفاداری خدا رو تجربه کرد. ولی الان زمان دیگه ای عزیزان، زمانیه که عبور کنی، زمانیه که وارد بشی. خدا میخواد ما رو در زمان خاص و مکان خاص وارد کنه که اون رویایی که به کلیسا داده به عینیت در بیاد. آمین. چه خصوصیتی داره زمان انتقال عزیزان؟ وقتی ما خصوصیت زمان انتقال رو بشناسیم، اولین چیزی رو که دریافت میکنیم به عینه، ایمان ما قوی میشه و این ایمان قوی بر هر ترسی چیره میشه و باعث میشه زانوهای ما محکم، پاهای ما محکم، از بادهای مخالف نترسیم تا جلو بریم. کلام خدا در باب یک یوشع شروع میکنه قوم رو آماده کردن توسط یوشع برای حرکت. یادتونه از مکانی به مکانی، از زمانی به زمانی، زمان زمانی بود عزیزان که باید قوم بیابان رو ترک میکردن و قوم خداوند داشت آماده میکرد، چون باید وارد سرزمین کنعان میشدن، سرزمینی که کلام خدا میگه پر از شیر و شهد و عسل بود. ولی عزیزان فقط اینم نبود، هفت نوع دشمن شورشی جنگاور قول پیکر بود: هیتیان، جرشاشیان، اموریان، کنعانیان، یبوسیان. اینا را میگه نیست؟ در مزمور 23 میگه سفره‌ای به حضور دشمنانت پهن میکنم. یه موقع ما سفره رو میخوایم ولی دشمنان رو نمیخوایم. یه موقع ما از سرزمین کنعان صحبت میکنیم، شیر و شهد و عسل، ولی هیچ اشاره قربونش برم به این دشمنان اصلا نمیکنیم. اگر دشمنی نباشه شیر و شهد و عسلی نیست. اگه وادی سایه موتی نباشه تسلی نیست. اگه دشمنی نباشه سفره ای نیست عزیزان. و این رویا داشت حال و هوای قوم رو بد میکرد. وقتی این رویا رو شنیدن حال و هوای قوم به هم ریخت. چرا عزیزان؟ چرا؟ برای قوم خیلی سخت بود. شاید برای ما هم همینطور باشه. 40 سال در بیابان با خوب و بدش دیگه عادت کرده بودن. عادت مادر چی میگن؟ خیلی چیزاست. تو فقط کافیه عادت کنی. اولش زار سخته، بعد تکون خوردن حتی از اون جای سخت سخته، چون در اون بیابان که اول نق میزدن پر از امنیت و آسایش بودن. چرا؟ چون همه چیز براشون شناخته شده بود. چرا آسایش و امنیت داشتن؟ چون عادت کرده بودن. عزیزان خداوند خیلی زمانها من و تو رو، کلیسا رو در بیابون مخصوصا نگه میداره عزیزان. ولی بیابان جایی نیست که نقشه نهایی خدا انجام بشه، اهداف قایی خدا انجام بشه. بیابان فقط جایی که تو یه دوره مقدماتی آموزشی ببینی. تو فقط تو این دوره بیابان آموزش ببینی، یاد بگیری. سال 2019 چی بود عزیزان؟ میتونست بیابان خیلی از ماها باشه، چون در سالی که گذشت چیزهای خیلی زیادی آموختیم، با چالش‌های خیلی سختی روبرو شدیم. ولی عزیزان باید حرکت کنیم و این حرکت به سوی سرزمین کنعان سخت، فشار بهمون میاد و خدام خوب میدونست که به قوم فشار میاد. برای همین یوشع رو بلند کرد. یشوع معنی اسمش چیه؟
نجات دهنده، یهوه نجات میده، ربطی به شما ها نداره. قوم بدون یوشع اصلا نمیتونست خواب سرزمین کنعان را هم ببینه. امروز کی با ماست عزیزان؟ عیسی نجات دهنده ما عزیزان با ماست، عیسی با ماست که وارد ما رو وارد سرزمین کنعان بکنه. عیسی با ما در این زمانهای سخت انتقال کنار ماست، همطور که 2000 سال پیش بود. عیسی که همون یشوع است، که همون یوشع است، اومد به کلیسا چی گفت؟ ببین برو، بروید به جهانی که پیش روتونه، مژده انجیل بدین، زمینهای دلها رو تسخیر کنید. شما رو میفرستم مثل بره ها در میان گرگ ها. پس اونجا هم هیتیان بودن، اموریان بودن، جرشاشیان بودن، کنعانیان بودن، درسته یا نه؟ اون موقع گرگا این بودن. الان گرگا برای ما چی هن؟ احساس ناامنی، ترس، ترد شدگی، نمیدونم، موقع بشارت، موقعی که جانها رو برای خداوند ما سید کنید، وارد سرزمین کنعان شدین، این حسا رو کردین، اصلا بشارت دادین؟ ولی همونطور که یوشع رو خداوند مس کرد برای قوم اسرائیل وارد شدن تو سرزمین کنعان، عیسی مسیح میگه اینک تا انقضای عالم با شما خواهم بود. قوم بدون یوشع نمیتونست وارد سرزمین کنعان بشه، نمیتونست اون زمینها رو تسخیر کنه. قوم نمیتونست مگر اینکه به یه شخصی که خداوند انتخاب کرد و مس شده بود چی بشه؟ وصل بشه. موسی چیکار کرد؟ شریعت رو به قوم داد، ولی نمیتونست اونا رو وارد سرزمین کنعان کنه. سالی که گذشت از موعظه ها، سمینار ها، برکات، نبوت هایی که دم و دقیقه دریافت کردیم، درسته؟ این همچی سالی بود، ولی اگه استوب کنیم این همون شریعته. خدا نمیخواد ما اینجا استوب کنیم. ما در این سالی که در پیش داریم میخوایم به عیسی مسیح خدا و به مرگ و قیامش وصل باشیم و به سوی سرزمین کنعان حرکت کنیم. خداوند ما با مرگ و قیامش ما رو منتقل میکنه. خداوند با مرگ و قیامش، با این سفره برکت که جون به ما میده، قوت میده، ما رو در اون نقشه و رویای نهایی خودش قرار میده. باور میکنی عزیزان؟ یکی از مهمترین کارکرد خدا عزیزان در زمان انتقال این بود که خداوند تغذیه اونا رو عوض کرد. اگه در خاطرتون باشه، قوم اسرائیل در زمانهای متفاوت، در مکانهای متفاوت، تغذیه‌های متفاوت داشتن. سه نوع تغذیه داشتن، نیست؟ کیا میدونن که تغذیه چقدر رو شخصیت ما تأثیر میذاره؟ بنابرای هر تغذیه که خداوند به اونا میداد، شخصیت اونا متبدل میشد، عوض میشد. اولین تغذیه کجا بود؟ مصر. چی بود؟ اونایی که شنیدن حتما میدونن، سیر و پیاز و تره. یادتونه عزیزا، انقدر به ذائقهشون سازگار شده بود که دائما بعد از خارج شدن از مصر کنار دیکای گوشت میستادن با حسرت، آخی یادش بخیر اون پیاز و سیر و ترهی که میخوردیم در مصر. یادتونه چقدر حسرت میخورد؟ در سرزمین بردگی بودن ها. اون ورده بود خداوند اونا رو تو بیابان، ولی داشت حسرت تغذیه گذشته رو میخوردن. یادش بخیر. و نکته جالب اینه عزیزان، خیلی جالبه، سخت نیست که بفهمی یه شخص چه تغذیه‌ای داره. از کجا میفهمی؟ از بوی دهانش. تره و پیاز و سیر بوی خوب میداد؟ بوی خیلی بد میداد، نیست؟ خدا وکیلی اگه صادق باشیم با خودمون، من خودم از خودم بگم، وقتی در سرزمین مصر بودم، در سرزمین گناه بودم، به خاطر اون غذاهای نامطلوبی که میخوردم دائما بوهای نامطبوع از دهان من بیرون میامد، غیبت، خشم، عصبیت،
نبخشیدن نیست، چون تغذیه دیگه ای رو نمیشناختم، تغذیه دیگه ای رو نداشتم. ولی وقتی که عزیزان ایمان میاری به عیسی مسیح چی میشه؟ از کلام خدا تناول میکنی، تغذیه میشی، در این مشارکت قرار میگیری. اگه تعهد داشته باشی در این موعظه ها، در این تعلیمات قرار میگیری. بعد از ایمانت وقتی حقیقتاً تولد تازه داری، اصلا دیگه نمیتونی هزاری هم هوس کنی، نمیتونی سیر و پیاز و تره رو بخوری، شروع میکنی کلام میخوری، شروع میکنی خدا رو دریافت کردن. و در یک پروسه زمانی به جای بوی پیاز و تره و سیر، تعصب، خشم، نبخشیدن، عطر خوشبوی شناخت مسیح از تو بویده میشه، به مشام میرسه. آمین. خدا بلا فاصله بعد از اینکه افراد رو از مصر بیرون آورد چی کار کرد؟ تغذیه اونا رو عوض کرد. چی بهشون داد؟ من آسمانی، غذای فرشتگان. در زمان عبری من معنیش اینه. این چیه؟ این چی هست؟ یه آگهی خیلی قشنگی بود، الان دیگه نمیده، اون موقع ها نگاه میکردیم با آلبرت خیلی لذت میبینیم. یه دختر مو قرمز کک مکی میاد، یه شانسی از این اوباقاشون شانسی ها میگیریم، که واسه صادقین؟ واسه صادقین؟ این چیه توش؟ وقتی که عزیزان من و تو ایمان میاریم، وارد کلیسا میشین، دیدین دائما این چیه؟ کلام خدا چیه؟ چرا ما باید جلسه برادران بیایم؟ چرا ما باید جلسه خواهران بیایم؟ عشای ربانی چیه؟ این دیگه چه صیغه‌ایه؟ ده یک دیگه چی توشه؟ اینا یعنی چی؟ و عزیزان وقتی که خودتو میسپاری به کلام خدا، به اون غذای آسمانی، اجازه میدی خادمین بجوند در دهان تو بذارن، دیگه این چی هست تموم میشه. تا یک روز آماده میشه معده تو، جهاز هاضمه تو، برای رژیم سوم، تغذیه سنگین تر. غذای سنگین از آن بالغان است که حواس خود رو به موجب عادت ریاضت دادن، هی گفتن این چیه ها؟ واسه صادقین؟ ولی خودشون رو سپردن، اومدن بادهای مخالف، چیزایی که به طبع و نفس جور در نمیاد، پای اونا رو مثل مرتدا به عقب نکشید. و دقیقا باب پنج یوشع آیه 12 میگه روز بعد برای اولین بار که وارد سرزمین کنعان شدن، از محصولات سرزمین کنعان، یعنی نان فطیر بدون خمیر مایه و حبوبات برشته شده، من یه ترجمه دیگه میگم، از آن سرزمینی که وارد شدن خوردن، زیرا من دیگر از آسمان نبارید. به همین آسون شلوزابس دیگه اونا من نداشتن. بعد از این باید محصول زمین کنعان رو میخوردن. یعنی انقدر عزیزان این افراد این غذای آسمانی رو خورده بودن، رشد کرده بودن، اما مسائل ابتدایی گذشته بودن که دیگه آماده بودن که خودشون بکارن، خودشون درو کنن، محصول فربهی محصول زمین رو بخورن. عزیزان چقدر افراد بودن توی کلیسا، خداوند اجازه داده، این افتخار رو داده به شما خدمت کنیم، غذا رو، تعلیمات رو بجویم، در دهان شما بذاریم. حالا وقتشه عزیزان که عبور کنیم، حالا وقتشه که یکم غذای قامصر رو نوش جان کنیم. دیگه موعظه های گوشتی میتونی بخوری، نمیگی این چیه؟ من که نفهمیدم، خیلی سخت بود دیگه. فقط دنبال پیام هایی که تسلی، فیض، محبت، یه چیز گیری نفس کیف کنه، آمین آمین نمیگیم. تمام شد عزیزان، چون تو با خوردن نان مخفی خودتو سپردی، زیر پات صفر شده.
تو الان چون زیر پات صفر شدی میتونی وارد سرزمین کنعان بشی. با ایمان میبینی، رویای خدا رو میبینی، تو میتونی با چشم بصیرت وعده های خدا رو ببینی، تو با چشمای ایمانت دشمنان شکست خورده رو از دور میبینی، دشمنانی که در باب یک تثنیه خداوند گفت به تصرف تو در آوردم، زمین رو به تو دادم، به ملکیت تو دادم. وقتی تو رشد میکنی میتونی ببینی، تو میتونی رویای خدا رو ببینی، تو دیگه همراه خدا نیستی بلکه همدلی با خدا، با آرزوی دل خدا، با رویای خدا، همدلی با عیسی مسیح برای نجات جانهای گم شده عزیزان و تسخیر زمین دلهایی که توی دنیاست ناجیان عزیزان. و چقدر زیبا، چقدر شادی بخشه، میگه فردای همان روز نوبر محصول که گندم های نان ها حبوبات برشته بود آماده، اونا نوش جان کردن. اصلا این تغذیه روحانی، این تغذیه سوم، این رژیم غذایی سوم روحی رو به اونا داد. تو مصر یادتونه چه وضعیتی داشتن؟ یه انسانای کاملا متفاوت بودن. بعد اومدن تو بیابان تغذیه های آماده دائما نق میزدن، قور میزدن، ولی وقتی تغذیه شون عوض شد عزیزان، از دور میدیدن که خدا سرزمین رو به اونا داده، خودشون رو با زمان خدا تطبیق دادن، تو کانتکست رویای خدا قرار گرفتن. دیگه اون دشمنان قول پیکر نبودن، ترسان نمی شدن. از دشمنانی که در سرزمین کنعان بوده، هفت نوع دشمن قول پیکر اونا رو فلج نمی کرد. چرا؟ چون خوردن این نان فطیر تازه که خدا به اونا داده بود، اونا رو جون گرفته بود، روش داده بود. برای همین آماده بودن برای سخت‌ترین، سخت‌ترین عزیزان، محصورترین سرزمینی که جلو روشون بود، اریها، که پر از جنگاوران وحشتناک بود. در باب 5 آیه 13 میگه چون یوشع نزد اریها اومد، انگار آماده بود، عزمش رو جذب کرده بود، تمامی قوم هم پشتش بودن، فقط داشت دیدبانی میکرد، نگاه میکرد چه سرزمینیه اونجا، از کدوم راه بریم، که یه دفعه سر برافراشت. کی رو دید؟ مردی رو دید با شمشیر برهنه اونجا ایستاده. واقع شد چون یوشع نزد اریها بود، چشمان خود رو بالا انداخته، دید که اینک مردی با شمشیر برهنه در دست خود پیش وی ایستاده بود. و یوشع نزد وی آمده او را گفت آیا تو از ما هستی یا از دشمنان ما؟ در یه ترجمه دیگه میگه تو دوست مایی یا دشمن ما؟ گفت نه، بلکه من سردار لشکر خداوند هستم، من سپه سالار ارتش خدا هستم که الان آمدم. پس یوشع رو به زمین نهاده سجده کرد، به وی گفت آقایم به بنده خود چه میگویی؟ سردار لشکر خداوند به یوشع گفت که نعلین خود را از پایت بیرون کن، زیرا جایی که ایستاده ای، عزیزان، جایی که ایستاده ای، جایی که اون تغذیه سوم خوردن، جایی که قبلش نوبر فسح، اولین فسح رو تو سرزمین کنعان نوش جان کردن، جایی که قوم در همون باب خیلی اعماق داره. خب عزیزان، عیسی مسیح گاهی ما رو میبره تو ساحل تعلیم میده، گاهی دست شاگردار رو میبره، میبره تو عمق‌های آب‌های بسیار، چون اونجا ماهی‌های چاه و چله داره. و این باب 5 یوشع فقط من ازش گذشتم. قبل از تمام اینا قوم ختنه شده بود، جدا شده بود از هر چیزی که از دنیاست، و بعد فسح مقدس رو برداشت، و بعد تغذیه روحانی، رژیم غذای سوم. عزیزان، اینا همه باعث شده بود که این سپه سالار ارتش خدا بر او ظاهر بشه. این فرشته عزیزان مقام خیلی بالایی داشت، فرمانده سپاه آسمان بود. الهیات دانا میگن تئوفانی های عهد عتیق بوده، یعنی تجلی عیسی مسیح خداوند قبل از میلادش، قبل از اینکه متولد بشه. پس مقام خیلی عظیمی داشته. و
خیلی جوابی میده عزیزانی فرشته که در خور تعمقه، یک حقیقت عمیق در اون نهفته است. وقتی که فرشته خدا رو میبینه یک سوال میکنه، آیا تو دوست مایی یا دشمن مایی؟ فرشته چی میگه؟ من دوست تو نیستم، دشمن تو هم نیستم، من سردار لشکر خدا هستم، من هیچ کدوم نیستم که تو فکر میکنی. عزیزم به بیانی من بی‌طرفم، من سمت کسی نیستم، نزد من هیچ طرفداری نیست. عزیزم میخوام بگم خدا سمت خودشو داره، کلام خدا هم مثل خود خدا سمت خودشو داره، یا تو سمت خدا هستی یا نیستی. هیچ راه سومی وجود نداره و خیلی درس عمیقیه. وقتی که زمانی که با عمق‌های کلام خدا برخورد میکنی که فقط ناز و نوازش و فیض نیست، گاهی تأدیبه، گاهی بیداریه، هوشیاریه، نصیحته، قهر نکن. خدا اونجا میخواد نفایس و رذایل جدا کنه. زخمی نشو، لب ور نچین. از اینکه کلام خدا طرف تو رو نمیگیره، پشت تو نیست، ناراحت نشو. اگه تو حقیقتاً سمت خدا باشی و کلام خدا فقط یک کار میکنی، کاری که یوشع کرد عزیزان. پس یوشع رو به زمین نهاد و گفت آقایم بنده تو چه میگوید؟ به بنده خود چه میگویی؟ اصلا تو این لحظه من خودم گوشم جای یوشع، گفتم اگر من جای یوشع بودم، یعنی در اون لحظه کلی از اون فرشته دلخور میشدم و بهش میگفتم قربون شکلت، خودمونیم ها، ما رو از سرزمین امن بیرون آوردی، بیشتر از 1,000,000 آدم های سرکش و خلوچل به من سپردی، تو سخت‌ترین زمان از بیابان اینا رو ببرم تو سرزمین کنعان، تازه میگی طرف من نیستی؟ اوکی، به نظر من یه فرشته که سهله. اگه من جای یوشع بودم گفتم یه گردان فرشته باید پشت من باشه. ولی یوشع عزیزان که سمبول عیسی مسیح بود، در زمان انتقال قوم از اون بیابان به سرزمین کنعان، از سرگردونی و بلا تکلیفی پشت در خونه های ما مذهب نیست، به جای امن یه کار کرد عزیزان، فقط خودشو وقف کرد، تسلیم کرد، سجده کرد، مثل عیسی مسیح روی صلیب. پدر پشت اون نبود، هیچ کس طرف اون نبود، فقط مهم بود نجات جانهای کسایی که تسخیر کرد، زمین دلهایی که امروز داریم میبینیم روی نیمکتا، برای او این مهم بود. برای همین تا به مرگ صلیب سجده کرد جلوی پدر که میتونست، قادر بود به رهانیدنش. عزیزان یوشع مثل عیسی خودشو در مکان تسلیم و وقف قرار داد و حالا اون زمین‌های تسخیر شده رو جلوی روش میدید و این باعث شد این تسلیم و وقف و سجده و پرستش گوش‌های او باز بشه، صدای سپهسالار ارتش خدا رو بشنوه. الان به بنده خود چه میگویی؟ نعلین خود رو از پای خود درار، زیرا زمینی که بر اون ایستادی زمین مقدس است. و یوشع چنین کرد. به بیانی خود خالی کن، خودت خالی کن از کمترین حفاظ انسانی، خودت رو آسیب پذیر کن، کفشات رو از پا درار. یه قسمتی سمبول احترام و تکریم به خدای قادر مطلقه. یه قسمتی هم وقتی کفشاتو در میاری، کف پاهای انسان خیلی حساسه نیست،
هر سنگ ریزه‌ای که کف زمین باشه حس میکنی. برای من واقعا مرگ اگه جایی برم به من میگن کفشاتو درار، خیلی سخته نیست؟ چون کف آدم پاش سردش میشه، اگه گرم باشه گرمش میشه. کفش یه نوع حفاظه، یه نوع امنیته، انگار خدا میگفت خودتو خالی کن، آسیب پذیر کن تا حساسیت روحانیت بالا بره. برای رسیدن به سرزمین کنعان تمامی وابستگی تو به من باشه. وقتی عیسی مسیح هم میخواست شاگرداشو بفرسته گفت کفش و کلاه و لباس و اینا نبرید، من با شما هستم. خدا برای وارد شدن به رویای خودش میخواد تماما در اون روح وقف و تسلیم و سرسپردگی به اون وصل باشیم. عزیزان، خصوصیت‌های زمان انتقال چی بود؟ یه نتیجه گیری؟ اولین چیزی که بود تغذیه ما عوض شد، درسته؟ رژیم غذایی ما عوض شد. دومی؟ دومی خصوصیت زمان انتقال یعنی کاری که کلیسا باید بکنه، خودمونو در مکان تسلیم وقت و سرسپردگی بذاریم. و سومین خصوصیت زمان انتقال، نعلینامونو از پامون دراریم. از زن چیزایی که بین ما و خداست، ما امروز میخواییم تغذیه روحانی رو. و خیلی جالبه الان 5 روز ما وارد 2020 شدیم. اولین فسح، اولین سفره برکت، اولین تغذیه روحانی که میتونه جانهای ما رو پر از قوت سلامتی کنه، میتونه چشمای روحانی ما رو باز کنه، میتونه ایمانهای فلج و مریض ما رو شفا بده. عزیزان جلوی رو داریم برای اینکه این مراحل رو طی کنیم، مخصوصا بیایم از این تغذیه روحانی و فیض و برکات و مواهب این سفره برداریم در ایمان، نه با احساس بلکه با ایمان. از امروز بیایم دنبال این انعکاسات انسانی نباشیم، احساسات، آخ الان یه حسی به من اومد، اینا کمترین برکته. بیشترین شما با چشمای ایمانمون میبینیم و خدا قادر امروز چشمای ایمان ما رو باز کنه تا از این نان فطیر بدون خمیر مایه که قادر جانهای ما رو خم کنه جلوی سردار لشکر خدا، قادر کمکمون کنه تمام اون نعلین هایی که به پامونه در بیاریم و خودمونو بسپاریم به خداوند. و برای تمام این قدم هایی که باید ورداریم عزیزان، قبلش باید یه کاری بکنیم. باید از اون غذاهای پسمونده ای که هنوز از زمان مصر در ما مونده، ایمان دارم که خداوند میخواد تمام اونا رو دوباره روی صلیب میخکوب کنه. غذاهای پس مونده که هنوز تو ما مونده، تلخی، آزردگی، نبخشیدن، خدا میخواد ما رو رها و آزاد کنه عزیزان. غرور، تا بتونیم این غذای رژیم سوم که امسال اولین سفره ای که خدا میخواد ما رو پر کنه بتونیم هضم کنیم، بتونیم جذب کنیم. و برای این مهم بذاریم یاد کلام عیسی مسیح بیافتیم. گفت پدر اینا رو ببخش چون نمیدونن چیکار کنن. مهمترین قسمتی که تو رو آماده میکنه به این سفره مقدس نزدیک بشی اینه که دیگران رو ببخشی. اگه تلخی در قلبته، اگه از گذشته مکدری، اگه خاطراتی در ذهنته، اگه آسیبهایی دیدی، اگه خاطرات شفا نیافته‌ای داری، عیسی رو به یاد بیار. او بلند نظرانه هدیه بخشش رو به من و تو داد زمانی که در ذلالت گناه بودیم. عزیزان زیباترین و پاکترین فضیلت بهشتی با رذالت جهنمی برخورد کرد روی صلیب. عدالت و رحمت اونجا با هم ملاقات کردن تا امروز من و تو رهایی، آزادی از نبخشیدن ها، تلخی ها و آزردگی ها رو تجربه کنیم. ایمان دارم عزیزان، ایمان دارم، نمیدونم چقدر با این ایمان هماهنگی. و
برای خود من، برای تک تک شماها که خداوند میخواد وارد گذشته ما بشه. تمام اون اثرات اون پیاز و تره و سیری که هنوز مونده، گاهم بواش میزنه حتی تو کلیسا بیرون، میخواد اینا رو شفا بده عزیزان. امروز خداوند میخواد پیوند قلب انجام بده. امروز خداوند میخواد قلب گوشتی به تو بده، اون قلب سخت و از من و تو با هم دیگه برداره. امروز خدا میخواد روحی تازه بده، مسی تازه، ایمانی تازه، قوتی تازه. خداوند میگه چیز نوعی میخوام به وجود بیارم. سعی کن او رو ببینی، همین امروز به ظهور میرسه. بیا امروز با چشمای ایمانت اون چیزهای نو رو ببین و در تکدرها و آسیبهای گذشته دیگه نمون. بذار امروز با ایمان و پاک و تمیز به این سفره مقدس نزدیک بشی و از حتی یه سر سوزن این فیض محروم نمانی. بذار امروز پس مونده های سرزمین مصر از تو بیرون بیاد تا بتونی. چون اگه دیدین یه بار من مسموم شدم، یه غذایی رو خوردم رفتم رستوران ایرانی، دیگه از اون روزم گفتم دیگه نمیرم. وقتی که اون غذا هست اون معدت مسمومی، شاید خودت متوجه حال زیاد خوب نیست، اصلا نمیتونی غذای تازه بخوری. اگرم بخوری دوباره بالا میاری، نمیتونی هضمش کنی، نمیتونی جذبش کنی، در نتیجه نمیتونی با فکرهای تازه، با رویاهای تازه خدا خودتو تطبیق بدی، نمیتونی در زمان بندی خدا خودتو قرار بدی. از خیلی مهمه این مسئله. بیا امروز اگه صدای آواز عشق رو میشنوی، از طریق این پیام دلهای خود رو سخت نساز. آمین. سرهای خودمون رو خم میکنیم و چند لحظه برای این مهم دعا میکنیم. خدای ایمان دارم که کلام تو، پیام تو مثل یک نامه سرگشاده بدون مهر بود، باز برای آنانی که خداوند، برای آنانی که به تو وصلند. نامه تو یه نامه سرگشاده بود، حتی برای مهمانانی که امروز اینجا هستن و دنبال حق و حقیقت هستن، حق جو هستن. کلام تو ایمان دارم که امروز شیرین بود برای جویندگان راه و راستی و حقیقت. امروز کلام تو نور بود. امروز کلام تو مثل هر هفته آفرید آنچه که تو میخوای در قلب و ذهن و جانهای ما. خدای دعا میکنم ما رو یاری بدی امروز. شاید بین ما افرادی باشن که خیلی ضعیف باشن، شاید افرادی بین ما باشن که در این قسمت بخشیدن انقدر آسیب دیدن و انقدر وجودشون ضعیفه، چون شاید حتی از من آسمانی، از اون تعلیمات برخوردار نبودن، انقدر صدمه خوردن و از درون ضعیفن که نمیتونن هدیه بخشش رو دریافت کنن. خدا من دعا میکنم این عزیزان منو به یاد بیاری. دعا میکنم خداوند در این لحظه برای این کار مهم، این بارهایی که روی شونه هاشون در روح میبینم، اون چک سفته هایی که سالها حمل میکنن، بدهی هایی که از این و اون دارن و منتظرن که این و اون بیا توبه کنه، طلب بخشش کنه، فقط این بارهای سنگین نمیذاره اونا وارد رویای تو بشن، نمیذاره اونا وارد اون رژیم غذایی باشن که جان اونا رو در روح تر و تازه میکنه. خدا من دعا میکنم همین لحظه که دارن فکر میکنن، روح قدوس تو بر اونا بوزه. دعا میکنم خدا من قوت تو، سایه تو بر اونا سایه بیفکنه. امروز کمکمون کن خدا من، تک تک ما رو، تا هر کسی که در ذهنمونه، قلبمونه، اگه برادره، خواهره، مادره، پدره، بعضی ها نهادهای دولتی مثل خود من سالها زخمی بودن، اگه شبانه، اگه مسئول روحانیه، اگه همسایه است، اگه آشنا و دوسته، خداوند دعا میکنم که به ذهن اونا بیاری
خداوند و تو قدرت بدی خداوند، همطور که تو گناهای ما رو به عمق آب‌های بسیار انداختی و فراموش کردی، امروز خداوند به این افراد کمک کن، همطور که هدیه بخشش رو تو دریافت کردن، این هدیه بخشش رو به اونایی که شایسته نیستن، به اونایی که به اونا صدمه زدن خداوند بدن. تو امروز خداوند برای اولین بار سبکبال و تر و تازه با فکرهای شفایافته، با ذهنهای تنویر شده، با نگاهی که پر از بصیرته، با چشمایی که پشت صحنه های زندگیشون رو میبینن، با امید و ایمان حرکت کنم به طرف سرزمین وعده. و خداوند برای کسایی دعا میکنم که خودشون رو نمیتونن ببخشن، شاید اشتباهاتی بوده، قضاوتهایی کردن، زمانهایی بوده ضعیف بودن، گناه کردن. خداوند دعا میکنم این افراد قوت پیدا کنن که خودشون رو ببخشن و بفهمن که تو اونا رو بخشیدی. و همینطور خداوند دعا میکنم اگه جایی نیازه که کسی بره طلب بخشش کنه، خداوند این قدرت رو بدی که یه قدرت مافوق طبیعی است، ربطی به ما انسان ها نداره. کسی که به قدوسیت تو آشناست، کسی که قدوسیت تو رو حس کرده، بیشتر از هر کاری طلب بخشش میکنه. خداوند دعا میکنم که کلیسای تو در این قسمت هم شفا یافته و قدمهای ایمان رو برداره، نه با تکیه به کار خودمون، بلکه با تکیه به کار تو روی صلیب، با اون قوت قیام تو که امروز قادره روی هر ضعفی ما رو امداد کنه. چون در نام عیسی مسیح برای تک تک عزیزام دعا کردم و ایمان دارم برای آنکه چشماش به سوی آسمانه، مثل چشمای غلامی به سوی آقای خود، مثل چشمای به سوی خاتون خود. خداوند تو این افراد رو میبینی و هرگز دست خالی نمیذاری از این محوطه، از این فضا خارج شن. چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردم.